امروز ایالت جنوبی آلاباما کانون توجهات سیاسی آمریکاست. رای دهندگان این ایالت از بین رایمور جمهوریخا و داگ جونز دموکرات یکی را برای پر کردن کرسی خالی مجلس سنا در کنگره آمریکا به واشنگتن میفرستند. جف سشن سناتوری که برای تصاحب کرسی او همکنون رأیگیری در ایالت آلاباما در جریان است، وزیر دادگستری دولت پرزیدنت دونالد ترامپ است. نتیجه این رأیگیری بر تصویب برنامه های کنونی و آتی پرزیدنت ترامپ در سنا با توجه به احتمال کاهش اکثریت شکننده جمهوری خواهان در این شاخه از کنگره آمریکا برای شخص رئیس جمهوری آمریکا بسیار مهم است. برگردان گزارش جیم ملون. انتخابات تصاحب یکی از دو کرسی مجلس سنا از ایالت جنوبی و محافظ کار آلاباما به سرخط خبرهای کشوری تبدیل شده است. این توجه به خاطر نامزدی روی مور 70 ساله است. به توسط چندین زن به تعرض جنسی در زمانی که آنها کمتر از 20 سال سن داشتند و آقای مور در دهه سی از عمر خود بود متهم شده است. من اونها رو نمیشناسم و ندیدمشون و تعرضی هم به اونها نداشتم. رقیب آقای مور داک جونز دادستان پیشین در این ایالت از حزب دموکرات است او میگوید که رقیب سلاحیت صلاحیت خدمت در سنا را ندارد are... مثل شیشه شفاف است که این زنها راست میگویند و نه او در آخرین روزهای کمپین پرزیدنت دونالد ترامپ به نفع آقای مور سخنرانی کرد And we want jobs, jobs, jobs. ما به دنبال ایجاد شغل هستیم بنابراین بروید و به روی مور رأی بدهید پرزیدنت ترامپ با علنی شدن اتهامات ابتداعا از آقای مور حمایت نکرده بود آقای مور با حمایت علنی پرزیدنت ترامپ خود را حامی برنامه های پرزیدنت معرفی کرده است انتخاب من یعنی مردم آلاباما از برنامه های پرزیدنت ترامپ در واشنگتن حمایت می کنند زیرا شما به فردی خارج از سیاست مداران همیشگی رای داده اید. اما آقای جونز می مسئله این انتخابات شخصیت رقیبش است. فقط شما آلاباما رو میشناسید بنابراین با رأیتان به جهان نشان دهید که ارزش های شما در کجاست برخی از رهبران حزب جمهوری خواه مانند میچ رهبر اکثریت این حزب در مجلس سنا از آقای مور خواستند که از رقابت کناری گیری کند در صورتی که به سنا راه پیدا کند پرونده او برای تحقیق به کمیته اخلاق سنا ارجا خواهد شد همزمان با این انتخابات دو قانونگذار از حزب دموکرات بابت مسائل مشابه استعفا دادند و بنابراین سناتور لینزی گرام جمهوری معتقد است که حضور مور در مجلس سنا در دراز مدت به ضرر جمهوری خواهان است. پیروزی روی مور عملا هدیه است به سیاست های حزب دموکرات. بیل گالستون از اندیشکده بروکینز بر این باور است که پیروزی آقای مور موجب حضور پررنگتر مردم برای انتخاب نامزدهای دموکرات در انتخابات میان دوره مجالس سنا و جمهوری در سال آتی خواهد شد. خشم دموکرات ها همکنون با توجه به حوادث کنونی دو یا سه برابر شده است. با پیروزی روی مور در انتخابات میان دوره فوران خواهد کرد. نتیجه انتخابات سنا در ایالت آلاباما بر توازن حزبی که همکنون با 52 کرسی از 100 کرسی در اختیار جمهوری خواهان است تاثیر فراوانی دارد.